با تقدیم سلام خدمت شما و مهمانان عزیز، روزهای محدوده و بازی‌های المپیک 2012 لندن باقی است که تلویزیون سبا در تلاش است تا این بازی‌ها را به گونه زنده، مستقیم و قانونی در افغانستان نشر کند. بنابراین محور بحث و گفتمان امشب ما هم ارتباط می‌گیرد به روند ورزش در افغانستان، چگونگی فعالیت‌های ورزشی در ادارات نظامی مخصوصا وزارت دفاع ملی افغانستان و همچنان حضور ورزشکارای افغانستان در بازی‌های المپیک 2012 لندن که مهمانان ما هر یک آقای اشرف تقدیر، مسئول ورزشی استر دریسیز وزارت دفاع ملی افغانستان و همچنان آقای مجیب الله رحمانی، سخنگوی کمیته ملی المپیک افغانستان، خوش آمدین شما. قبل از آغاز بحث مرور کوتاهی بر زندگی‌نامه یکی از ورزشکارایی که توانسته حضور یا سمی حضور در رقابت‌های المپیک 2012 لندن نکسب کنه. البته آقای نثار احمد بهاوی آماده هست، با هم تماشا می‌کنیم و بعد از این زندگی نامه بحث را با مهمانان ادامه خواهیم داد یا آغاز خواهیم کرد. احمد بهاوی در سال 1364 در ولایت کاپیسا دیده به جهان گشود. او از نوجوانی علاقمند ورزش بود و بزرگترین رویایش رسیدن به سکوی اول رقابت‌های بیرون مرزی بود. بعد از تلاش‌های شبانه روزی او توانست وارد زمین مسابقات خارجی گردد که این حضور وی او را در سکوی نایب قهرمانی جهان رساند و دو مدال بازی‌های آسیایی را نیز کسب کرد. نثار اولین ورزشکار افغانی بود که با شرکت در رقابت‌های قهرمانی جهان موفق به کسب مدال طلا شده و در بازی‌های آسیایی 2006 دوحه تنها مدال‌آور کاروان ورزشی این کشور بود. در همان سال با شرکتش در رقابت‌های حسن نیت که در هندوستان برگزار گردید، توانست مدال طلای این دوره از بازی‌ها را نیز کسب کند. بهاوی در رقابت‌های قهرمانی جهان در سال 2007 پکن، هادی سایی، قهرمان چندین باره جهان از کشور ایران را شکست داد که این بزرگترین دستاورد او در مقابل قهرمان جهان بود. پیروزی بعدی او در بازی‌های آسیایی گوانگژو 2010 در مقابل فرزاد عبداللهی، دیگر قهرمان جهان بود. مدال طلای اولین دوره بازی‌های آسیایی هنرهای رزمی در بانکوک در سال 2009 از دیگر عناوین مهم اوست. حضور بهاوی در رقابت‌های کسب سمیه 2012 لندن با کسب طلا خاتمه یافت. بهاوی پرچمدار کاروان ورزشی افغانستان در المپیک 2008 پکن و بازی‌های آسیایی گوانگژو نیز بود. در المپیک پکن و یکی از تنها چهار ورزشکار این کشور بود و با دو شکست از حریفان آمریکایی و آلمانی از دور مسابقات حذف شد. وی از مهمترین قهرمانان ملی افغانستان است و یک ورزشگاه 10,000 نفری نیز در زادگاهش کاپیسا به نام او تأسیس شده است. وی همچنین مدال عالی دولتی وزیر محمد اکبرخان از نشانهای رسمی دولت افغانستان را به همراه 200,000 افغانی هدیه نقدی از حامد کرزی رئیس جمهور این کشور دریافت کرده است.